تعلیق وظیفه مشاور حقوقی رئیس جمهور. کار مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان به تعلیق درآورده شد. احتمال حضور نیروهای بیشتر ناتو پس از 2016 در افغانستان. بدی سفر که ناتو بدی قانع کرده چه تر 2018 کال روس هم به افغانستان که خپل حضور ته ادامه ورکړي. و بازداشت 7 تن در ادامه عملیات پلیس فرانسه در پاریس. سلام، امروز چهارشنبه 27 عقرب 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 18 نوامبر 2015 میلادی. من بهشت رحمانی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. آریانا نیوز به مدارک تازه دستیافتک نشان می دهد عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی تعلیق شده ی رئیس جمهور غنی در مکتوب از وزارت مالیه خواسته است تا قراردادهای حکومتی گاز مایع در سرمای زمستان را با شرکت گاز گروپ که مالک آن خلیل الله فروزی است امضا کنند و به حساب کابل بانک وارس کنند. شرح بیشتر از فرحناز فروتن. مدرک بر سر مدرک، هنوز شهرک هوشمند قضیهش پایان نیافته و هنوز دامنه های کابل بانک ورشکسته و قرضدار زندانی آزاد شده تیتر رسانه هاست و این سند به تازگی به دست آریانا نیوز رسیده است. در این سند مشاور حقوقی تعلیق شده رئیس جمهور در مکتوبی عنوانی وزارت مالیه از تمامی وزارتخانه ها خواسته است تا قرارداد سوخت سرمایه زمستانیشان را با گاز گروپ شرکتی که رئیس آن خلیل الله فروزی است ببندند. متن مکتوب فرستاده شده از سوی مشاور حقوقی به تعلیق در آمده با وزارت مالیه افغانستان. نظر به توافق به عمل آمده میان مدیریت تصفیه کابل بانک و شرکت گاز گروپ که اخیراً این شرکت فعالیت های خود را از سر گرفته و به خدمات رسانی آغاز نموده، از آنجا که عواید ناشی از فروش گاز و قراردادهای خدماتی شرکت گاز گروپ از بابت مقروضیت محترم خلیل الله فروزی رئیس شرکت متذکره به حساب جمع‌آوری کابل بانک واریز می‌گردد. در این مکتوب که امضای عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی تعلیق شده رئیس جمهور غنی به وزارت مالیه ارسال شده است، افزوده تمنا است به تمام ادارات دولتی ابلاغ نمایید تا برای تأمین گاز مورد نیازشان در موسم سرمای زمستان بعد از این با این شرکت قرارداد ببندند. با این حال عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی تعلیق شده رئیس جمهور غنی در تماس با آریانا نیوز از این سند ابراز بی‌خبری کرده است. رئیس جمهور وظیفه مشاور حقوقیش را به حالت تعلیق در آورد. سخنگوی کاخ ریاست جمهوری میگوید این اقدام پس از آن صورت میگیرد که وزارت شهرسازی پس از دریافت مکتوب از مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری قرارداد اعمار شهرک مدرن با خلیل الله فروزی از عاملان اصلی بحران کابل بانک بست. در همین حال علی محمدی میگوید که وی اجازه قرارداد شهرک را به شرکت نبیزاده وردک داده است، نه خلیل الله فروزی. احمد فرشاد صالح با جزئیات بیشتر در این مورد. مشاور حقوقی رئیس جمهور گفته‌هایی را رد می‌کند که گویا وی فرمان امضای تفاهم‌نامه عقد اعمار شهرکی را در کابل با خلیل فیروزی از عاملان اصلی بحران کابل بانک داده باشد. و هرچند مکتوب نخستین را که به وزارت شهرسازی ارسال کرده است در میان نمی‌گذارد، اما در نامه دومی دیده می‌شود که در آن نگاشته شده است که قراردادی که به تاریخ 10 ماه ششم با خلیل فیروزی از محکومان کابل بانک امضا نموده و در بخش دیگری از آن نیز گفته شده است که با در نظر داشت قوانین مربوط به شرکت ساختمانی نبیزاده وردک همکاری نموده و اجازه ساخت شهرک مطابق معیارهای لازم داده شود. وزیر شهرسازی حق نداشت قرارداد کنه. وزیر حق شهرسازی به هیچ وجه اجازه نداشت به خلیل فروزی. وقت شما میگین تو اینی تو گفتی، من کی تو گفتم؟ شما ممالک بد میکنید. من خبر نبودم دکتر صاحب. ما زمان رفتم که محفل شروع شده بود. من نمیکنم. اگر ما ایج از جزئیات خبر بوده باشم دم خدا. ما ایج نمیدانستم که اونجا قرارداد امضا میشه. وزارت امور شهرسازی پیش از این گفته بود
که وزیر امور شهرسازی هر آنچی انجام داده است بر بنیاد مکتوب دفتر مشاوریت حقوقی رئیس جمهور بوده است. اما مشاور این مظاهرات میگوید که این عمل غیر قانونی و بدون مشوره وی صورت گرفته است. در این مورد خاص ما قطعا از ما نه مشوره خواسته شده. شما نه مشوره دارید؟ نه مشوره دارید. وقتی آقای محمدی هرچند از کس نام نمیگیرد، اما تاکید میکند که دو گروهند که میخواهند روند مبارزه با فساد اداری را به ناکامی بکشانند. قضیه شهرک اسمارت یک دسیسه علیه شخص خود ما هست و یک توطئه علیه برنامه مبارزه با فساد دولت و رئیس جمهور است. با اطمینان میگم که اگر این توطئه به نتیجه برسه و موفق شوه، رئیس جمهور دیگه هیچ برنامه مبارزه با فساد را نمیتونه با سر انجام برسانه. هدف اساسی این توطئه ناکام کردن رئیس جمهور در مبارزه با فساد است. کمیسیون شکایت مجلس سنا سرانجام تصمیم میگیرد که مشاور حقوقی رئیس جمهور را به دادستانی کل معرفی کند. از امروز با شما را پلیس سروالی معرفی میکنیم که پلیس سروالی مطابق به قوانین ما شما شما را تاکی بررسی میگیره. مجلس شهرسازی را ما صلاحیت نداریم، او را پیشنهاد میکنیم به رئیس جمهور. اما کاخ ریاست جمهوری پس از وارد شدن اتهام ها به مشاورش نیز چنین تصمیم میگیرد. رئیس جمهور افغانستان فرمان صادر نکرده بود، نامه از جانب مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان فرستاده شده بود و کار مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان به تعلیق در آورده شده. ریاست جمهوری هیئت را نیز گماشته است تا بر بنیاد واقعیت‌های عینی در این مورد حقیقت یابی کرده و نتایج آن را با رئیس جمهور شریک سازد. ناتو پس از سال 2016 میلادی نظامیانش را در افغانستان نگه خواهد داشت و احتمال دارد که شماره نظامیان افزایش یابد. سخنگوی مشاور امنیت شورای ملی با ابراز این مطلب میگوید که این تعهدات در سفر مشاور امنیت شورای ملی در بروکسل صورت گرفته است و میافزاید هند نیز آماده است تا در کار مبارزه مشترک با هراس افغانی در افغانستان کمک‌هایش را افزایش دهد و در این راستا هم توافق‌های با حکومت افغانستان شده است. رفیع صدیقی با جزئیات بیشتر. مشاور شورای امنیت ملی برای جلب کمک‌های بیشتر جامعه جهانی به ویژه ناتو در راستای مبارزه با هراس افغانی با مقام‌های ناتو و اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرده است و در این راستا تعهدات زیادی با افغانستان صورت گرفته است. سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید که ناتو نظامیانش را پس از سال 2016 میلادی نیز در افغانستان نگه خواهد داشت و شمار این نظامیان نیز افزایش خواهند یافت. به دلیل سفر که در اروپای اتحادیه سیاسی و امنیتی شورا در اروپای اتحادیه پارلمان او د شمالی اتلانتیک د شورا او د ناتو د مشرتابه سره بحث و خبری وشولې. د افغانستان دولت په دې سفر کې ناتو په دې قانع کړله چې تر 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې خپل حضور ته ادامه ورکړي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستي وغځوي. و می افزاید که مشاور شورای امنیت ملی در دیداری که با مقام های هندی داشته است، این کشور نیز توافق کرده است تا مبارزه مشترک با افغانستان در برابر هراس افغانی داشته باشد. په دې سفر کې د دې سفر په اجنډا کې درې عمده ټکي شامل وو. یو د دواړو هیوادونو د اړیکو لا پراختیا، دوه د ترهګرۍ په مقابل کې مشترکه مبارزه، او درې د افغانستان سره د هند د جمهوریت امنیتي او اقتصادي مرستې. په دې درې وړو برخو کې په جزئیاتو بحث شوی او د هند د جمهوریت تعهد ترلاسه شوی دی. حکومت افغانستان همواره تاکید کرده است که نظامیان افغان توانایی تامین امنیت کشور را دارند، اما با توجه به بدتر شدن وضعیت امنیتی و مداخله های بیرونی، این نظامیان نیاز به کمک های بیشتر جامعه جهانی دارند و در این راستا افغانستان نباید تنها گذاشته شود. اکنون وقفه کوتاهی از آریونا. وزارت داخله هشدار می‌دهد پیکار با طالبان در فصل زمستان نیز به شدت ادامه خواهد داشت. سخنگوی این وزارت می‌گوید بخش‌های آسیب‌پذیر در این فصل شناسایی شده و افزایش نیرو و عملیات‌های رزمی از برنامه‌های نیروهای امنیتی در فصل سرما است. وی تاکید دارد نظامیان در زمستان در تلاش سرکوب هسته‌های طالبانند. از سوی هم وزارت دفاع ملی می‌گوید روند تجهیز سربازان افغان برای رویارویی با طالبان با شدت ادامه دارد. فاد ناصری این گزارش را آماده کرده. تنور جنگ افغانستان در فصل سرما نیز
همچنان شعله‌ور خط بود و نظامیان افغان در این فصل در پیکار با طالبان خند رزمید. وزارت داخله به این باور است که شورشیان طالب با آغاز برفباری نیز در بخش‌هایی از کشور زور آزمایی کرده، اما از رگبار حملات تفنگداران افغان در امان نخواهند بود. نیروهای امنیتی مشترکاً برنامه‌های نظامی بر زمستان داره. ما روی افزایش راه اندازی عملیات‌های خود به شدت کار می‌کنیم. افزایش در عملیات‌های ویژه نیروهای امنیتی افغانستان یک موضوع بسیار اساسی است که قطعات خاص نیروهای امنیتی افغانستان با عملیات‌های یا اجرای عملیات‌های کماندویی نطفه‌های دشمن در ولایت مختلف از بین ببرند. سربازان ارتش نیز عملیات‌های رسمی را برای سرکوب طالبان در فصل سرما آغاز کردند. وزارت دفاع ملی آماده کردن و آموزش سربازان تازه نفس برای فصل آینده جنگ را از اولویت‌هایش می‌داند. رژیمی که هم خپل ضربه په مخالفینو باندې وارده و منګه قرار نکینو هغه جګړه چې ضرور دی، هغه پلان شوی عملیات چې ضرور دی باید په رژیمی کې هم هغه وکړو. نو او منګه چې څومره بررسی کړله په دغه دوه موسمونو کې چې دښمن ته څومره تلفات رسیدلی دي، دا په دې معنی باندې دي چې ان شاء الله دوه درې اونۍ وروسته د ژمي په موسم را رسیدو سره په افغانستان کې امنیت کې تغییر راځي. افغانستان سالهاست درگیر جنگ با هراس افغانی است، نبردی که تاکنون نشانه از پایان آن دیده نشده. اما دولت افغانستان برداشتن گام های صادقانه پاکستان برای سرکوب لانه های امن هراس افغانان را گزینه برای پایان جنگ و تأمین ثبات در افغانستان می داند. کشوری که با وجود فشارهای جهانی آماده برداشتن چنین گام هایی نشده است. بیننده خبرهای خارجی پس از وقفه کوتاه باشید. دوباره خوش آمدید و توجه کنید به چند رویداد کوتاه از خارج کشور. مقام های فرانسه از دستگیری هفتن در ارتباط با حملات تروریستی پاریس خبر داده، اما وضعیت عبدالحمید عباود هماهنگ کننده این حملات مشخص نیست. بامداد روز چهارشنبه صدای تبادل آتش و انفجار در محله سندنی واقع در حومه شمالی پاریس شنیده شد. ماموران امنیتی مسلح ساختمانی را در یکی از خیابان‌های این محله در محاصره داشتند. این عملیات 7 ساعت دوام کرد و هدف آن دستگیری عبدالحمید عباود طراح حملات خونین پاریس بود. عبدالحمید عباود مراکشی تبار و شهروند بلژیک است و پیشتر گفته می‌شد در سوریه به سر می‌برد. روسیه میگوید اگر غرب خواستار یک ائتلاف واقعی بین المللی در برابر داعش می باشد، باید از خواسته های خود در برابر سرنوشت بشار الاسد رئیس جمهور رژیم سوریه منصرف شود. وزیر خارجه روسیه امروز گفته است دیگر هیچ جای شک نیست که گذاشتن پیش شرط ها برای یک جا ساختن نیروها جهت مبارزه در برابر تروریسم قابل پذیرش نیست. سرگی لاوروف افزوده است که پس از حمله مرگبار هفته گذشته در پاریس و بمبگذاری ماه گذشته در تیاره مسافربری روسیه، یک تغییر در موضع‌گیری غرب رونما شده است. گروه داعش مسئولیت این دو حمله را به دوش گرفته است. خبرهای اقتصادی هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. همراهی من کنید. بر رویدادهای اقتصادی هم خوش آمدید. شماره از آگهان امور اقتصادی میگویند پروژه کابل جدید در انحصار حلقه های مافیایی قرار دارد. به همین دلیل کار این پروژه آغاز نشده است. این آگهان تاکید دارند که حکومت باید کار این پروژه را به زودی آغاز کند. از سوی دیگر مسئولان در وزارت شهرسازی میگویند بنا بر برخی مشکلات تکنیکی در دیزاین سبب تأخیر این پروژه شده بود، اما اکنون این مشکل حل شده است. کابل جدید بزرگترین پروژه عمرانی در کابل.
آگاهان اقتصادی میگویند این پروژه در انحصار گروه‌های مافیایی قرار گرفته و آنان به خاطر منافع شخصیشان مانع آغاز کار عملی این پروژه بزرگ شده‌اند. شخصی اجندا درنه په ملی اجندا کې درنه شو او اولویت دی ملی اجندا تر سوال لاندې راغی او بل دا چې د سیو ځواکمن او غختلی او قوي ټیم بل تشون نه درلودل چې دا موضوع په لپسی او په تیوریک لحاظ او په عملی لحاظ پسی واخلي. توقف کار این پروژه سبب نگرانی برخی اعضای مجلس نمایندگان نیست شده است. آنان میگویند هر قدر کار این پروژه با تاخیر مواجه شود به همان اندازه زمینه سوء استفاده برای گروه های مافیایی مساعد می شود. از دولت وحدت ملی و از وزارت محترم شهرسازی و ارگان‌های عدلی و قضایی هم تقاضا میشه تا اگر کدام مشکل حقوقی داشته باشه اون مشکل رفع کنه تا بتونه این پروژه تطبیق از لحاظ اقتصادی میتونه تاثیر گذار باشه، از لحاظ سیاسی میتونه، از هر حیث میتونه این تاثیر گذاری مثبت خود داشته باشه. هر نوع عقب نشینی به یک طرف ما به خیر سال فلای کشور نمیبینیم. در همین حال مسئولان در وزارت شهرسازی میگویند در دیزاین این پروژه برخی مشکلات وجود داشت که حال این مشکل حل شده و کار آن به زودی آغاز می شود. مشکلی که زیادتر وجود داشت مشکل زیربنا بود، مشکل آبش بود، امرای برقش بود. اگر برق نباشه آب نیست، اگر آب نباشه برق نیست. این قرار بود که یگانه مشکل خیلی جدی از یمیه بود که میخواستن که ایره از دریای کابل آب ازیره در اونجا انتقال پیدا بکنن که هم یک پول بسیار گزاف را میخواستن و یا از دریای پنشیر میخواستن یا انتقال پیدا بکنن در کابل جدید در شهرکش و هم یک کار یک مصرف بسیار خیلی گزاف میخواستن. حالا فعلا روی نیمه موضوعات کار جریان پیدا کرده و میخواین مشکل حل بکنن تا بتونیم که پروژه را افتتاح بکنیم. وزارت شهرسازی میگوید همین اکنون فروش زمین هایی که در این پروژه مربوط وزارت شهرسازی می باشد جریان دارد. تا کنون 20,000 نمره خط اندازی شده و این روند ادامه دارد. اکنون هم همکارم بیژن آریان در استودیو هست و رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند. بیژن خوش آمدید. تشکر. وقفه کوتاهی آمده نشر است پس خبرهای ورزشی.